تاریخ حسابداری جدید همزاد سرمایداری اگرچه پیشینه حسابداری پیشینه همزاد بشریت یعنی همیشه حساب کتاب بوده اما حسابداری به مفهوم جدید زایده سرمایداری از اونجا که سرمایه رابطه اجتماعی پس حسابداری وظیفش تعریف این رابطه اجتماعی در بنگاه ها و نظر اقتصادی به همین علت اگر چه اوائل از حسابداری انتظار می رفت که فقط صورت مالی تهیه کنه بعدها با توسعه سرمایهداری و توسعه روابط اجتماعی مسئولیت حسابدارا تو حوزه اجتماعی سیاسی اقتصادی هم توسعه پیدا کرد به طوری که بعدها ما مواجه شدیم به خصوص بعد از انتشار گازهای گلخانه ای که حسابداران وظایف مسئولیت های اجتماعی در قلم بروی توسعه پایدار هم دارن این حسابداری گفتمان بخشی از حسابداری مسئولیت اجتماعی وظیفه حسابداری گفتمان در واقع تعامل بین زینفان یا استفاده کنندگان از صورتهای مالی یعنی باید ابزارهایی رو به کار ببره که این حد اکثر تعامل ایجاد بشه برای ایجاد حد اکثر تعامل بین زینفان شما ناچارید از ابزار و لوازم خاصی استفاده کنید یکی از این ابزارها شفافیت کامل اطلاعات مطلوب و قابل اعتماده که در حوزه حسابداری چه در بخش خصوصی در بخش دولتی طبیعتا در حوزه این مقالات که نوشته شده عموما روی بخش دولتی هم اشاره کرده ببین در خارج دولت محلی طرف مردم هستن یعنی شهرداری ها شهرداری ها از مردم پول میگیرند، عوارض میگیرند که در واقع کار شهر را انجام بدن بنابراین دولت های محلی ناچارن که گزارشات پابلیک بدن حوزه حسابداری اساس... اساسا از زمانی که تو حوزه قلم روی پابلیک تعریف شده مهم شده دیگه یه شرکت خصوصی که مال چهار نفر کسی هم کارش نداره که کسی حسابداریش رو تعویل نمیگیره که در واقع از موقع که شرکت های پابلیک یا لیستد یا شرکت های بورس یا مؤسسات نهادهای عمومی به وجود اومد حوزه حسابداری هم قلم روش گسترش پیدا کرد به طوری که اگه یه زمانی میگفتن حسابداری رشته بین بین رشته یه،, یه علم بین یه رشته بین رشته امروز میگن حسابداری خودش چند رشته من جز اونایی که مدعی هم حسابداری خودش چند رشته یعنی در قلم روی فلسفه اجتماع و سیاست اقتصاد میتونه قلم بزنه چه جوری قلم میزنه صورتهای مالی رو باید ارائه بده که علاوه بر ارقام مالی ارقام غیر مالی یعنی کمی هم در قالب کیفی هم در قالب کمی ارائه بشن طبیعتا این بسیار سخته نیازمند استفاده از یک ابزارها و توانایی های حسابداران برجسته که بتونن مثلا آثار زیست محیطی رو در صورت مالی نشون بدن قلم روی اجتماعی حسابداری اساسا به مباحث مارکس برمیگرده یعنی مارکس چه کسی خوشش بیاد چه بدش بیاد مسائل اجتماعی رو اون وارد قلم رو اقتصاد کرده که بعد وارد حسابداری شده آثار و تاثیراتی که مسائل اجتماعی اقتصادی زیست محیطی فرهنگی روی بنگاه ها میذاره و ها روی اونا میذارن اینا باید دو طرفه توی حسابا نشون داده بشه ضمن اینکه مهمترین موضوعی که در واقع دیدگاه چپ مطرح میکنه مزده مزد از نظر ما این پولی که کارفرماها میدن به کارکنان این مزد اسمش مزد اسمیه مزد واقعی نیست اگه این مقاله از تو حسابدار رسمی سه شماره من بحث کردم برات می فکر کنم فرستادم که اگر ما قرار باشه مثلا مزد واقعی رو حساب کنیم تو صورت های مادی همچی سودی تو صورت مالی نیست که رو تقسیمش کنن از روزی که دیگه بحث زین افغان پیش اومده یعنی شیرهولدر رفته کنار استوک رفته شده استیک هولدر شما به منافعی همه اینا رو صورت مالی نشون بدی مهمترین استیک هولدر شرکت خود کارکنان هستن چیزی که الان در دنیا روش جنجال داره صورت میگیره کارکنان میگن ما داریم ارزش آفرینی میکنیم مثلا میگن اپل مگه اپل چی کار داره اپل رو کارکنانش داره میچرخه استیو جابز که مورد نفر بعدی هم که دیگه عقلش قد نمیرسه که ولی سود اونا همه دارن میبرن ما میگیم اون سود مال اونا نیست مثلا من یه پیشنهاد داشتم که در حسابداری باید یه صندوق ذخیره آتی کارکنان دیده بشه اون سود واقعی که در میاد تو صورت مالی موقع تقسیمش به نسبت آثاری که روی مسائل زیست داره. یه رقم بذاریم کنار روی مسائل اجتماعی داری. رقم یه رقم هم تفاوت مزدی که باید به کارکنان بره تو اون صندوقه موقعی که اینا بازنشست میشن علاوه بر چون توی ایران اینجوریه که ما هممون تحت پوشش تامین اجتماعی هستیم تو خارج شما میتونید صندوقی بر خودت انتخاب کنی و از این صندوقه به کارکنان بدیم یعنی وقتی 50 سال بعد خواست بره نگن آقا آخرین مزدی که میگرفتیم مثلا 40 سال کار کردی یه تا یک ما بگی یا خونم نمیتونه بخره پس حسابداری گفتمان در قلم رو حسابداری مسئولیت اجتماعی وظیفه اینه که جوری مسائل حسابداری رو مطرح کنه که همه زینفان یکسان بفهمند باید زبانی رو انتخاب کنه پابلیک لانگویج باید انتخاب کنه زبان تخصصی که همه نمیفهمند که پس شما وظیفه داری در حسابداری گفتمان یکی پابلیک لانگویج انتخاب کنید دو ابزارهای انتخاب کنید که بفهمند این ابزارها میتونه نمودار باشه میتونه کلیپ باشه میتونه لایو باشه میتونه باسا اینا جدیدند، دیگه ها بعد برای این اطلاعات کامل و شفاف به موقع باشه باید از ابزارهای نوین تکنولوژی هم استفاده کنیم مثل بلاک چین کلاد و امثال هم امیدوارم که برات قابل